میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی عزیز از کارشناسان خوب اقتصادی کشورمون که سلام عرض میکنم خدمتشون و عصر بخیر میگم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، عصر شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم. ممنونم آقای دکتر. خب اگر موافق باشید آقای دکتر بپردازیم به کابینه جدید، یعنی دولت جدید، رأی اعتماد هم که گرفتن، ترکیب حداقل تیم اقتصادی دولت مشخص شد. نظر خاصی تو این حوزه دارین؟ بله، خب تیم اقتصادی مشخص شده، کاملا درست میفرمایید. منتظریم که خط مشی‌ها مشخص بشه که چند هدف کمی در واقع در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. بله، در فرایند انتخابات که من خودم به شخصه خیلی مایل هستم ببینم که در عمل چگونه میخوایم به این اهداف برسیم. ایجاد 1 میلیون مسکن در سال، تولید 3 میلیون خودرو در سال، کاهش نرخ تورم در فاصله 3 سال، کاهش نرخ تورم به زیر 5%، بله، بسیار بسیار اهداف زیبایی هستند. امیدواریم که جامعه عمل بپوشاند، درسته، یعنی به عمل در بیاد. خب آقای دکتر یه چیزایی رو گفتین که به قول شما خیلی سخته ولی خیلی مورد نیازه. فکر میکنید اگر مثلا بخوایم پیشنهاد بدیم به ایشون که حالا به تیم اقتصادی دولت اینها رو مثلا یکی یکی آغاز کنن، کدوم کارو باید اول دست بگیرن؟ باید دلار رو یه مقدار کنترل کنن، کاهش بدن، تورم رو کنترل کنن، کسی بودجه رو چیکار کنن؟ یه قولی در مورد بازار سرمایه دادن، به قول شما تولید مسکن 1 میلیونی رو در هر سال، خودرو رو داریم، کدومشو باید تو اولویت قرار بدن؟ بله، اگر بخوایم برای صلاح اقتصاد کشور نظر بدیم، به نظر بنده باید کنترل تورم به عنوان یک خطر بسیار بزرگ باید در اولویت امور قرار بگیره. درسته، و خیلی صریح به نظر من دولت باید اعلام کنه که فعلا اهداف دیگر رو ما دنبال نمی کنیم تا وقتی که کنترل تورم به سرانجام برسد. اینها در کوتاه مدت ممکنه به ضرر سایر اهداف باشه، در کوتاه مدت ممکنه تولید مسکن به شدت کمتر از این رقمی باشه که الان اعلام شده، تولید خودرو ممکنه که تقاضا برای خودرو ممکنه که بنزی کافی نباشه، شاخص بازار هم ممکنه در کوتاه مدت واکنش منفی نشون بده. ولی من مطمئنم که اگر یک بار برای همیشه ما مسئله تورم رو در کشورمون حل کنیم، شما خواهید دید که به سایر اهداف هم خواهد رسید. برداشت من اینه که تورم در کنار سایر اهداف قرار گرفته و اگر چنین باشه حتی ممکنه به سایر اهداف برسند، اما کنترل تورم به نظر من غیر ممکن خواهد بود با سایر اهدافی که مطرح شده. درسته آقای دکتر، از تقابل کنترل تورم در برابر سایر اهداف در کوتاه مدت گفتین، این دلیلش این هستش که کنترل تورم مساوی است با رکود و این رکود میتونه بالاخره انگیزه رو کم کنه برای تولید مثلا مسکن توی کشورمون؟ ببینید، کنترل تورم یک رکود خیلی کوتاه مدتی میتونه ایجاد کنه، ولی تجربه نشون داده کشورهایی که واقعا رفتن به سمت کنترل تورم، بلافاصله مردم و فعالان اقتصادی و به خصوص فعالان بازار سرمایه متوجه میشن که وضعیت تغییر کرده. این تغییر وضعیت خیلی به نفع در واقع بازارهای دیگر هست، به نفع بخش باقی اقتصاد هست. به عنوان مثال در بازار سرمایه، من فکر کنم در برنامه گذاشتم در همین برنامه شما اشاره کردم به این وضعیت. ببینید، در بازار سرمایه اگر بازار سرمایه به این نظر قطعی برسد که تورم کنترل خواهد شد، پی بی در بازار افزایش پیدا میکنه و پی بی میتونه سر به فلک بکشه. یعنی پی بی میتونه مثلا یک ارقامی مثل 15 تا 20 رو پیدا کنه که در نهایت تولید ثروت شده، تولید ارزش شده، خیلی به نفع اقتصاد است. منتها این کنترل تورم در فاصله 3 تا 6 ماه میتونه دردآور باشه، یک جراحیه. ولی من برداشتم این است که این جراحی ارزشمند هست و امیدوارم یک روزی دولت ما به این نتیجه برسه که سیاست‌های ضد تورمی واقعی در پیش بگیره، نه سیاست‌هایی که در سال 92 تا 96 اجرا شد. درسته. بله آقای دکتر، چجوری باید دولت بخواد این تورم رو کنترل کنه؟ یکی از دوستان صحبت می‌کرد، میگفت من تورم رو از ATM ها متوجه میشم، یعنی موقعی که وقت پول برمیدارم ببینم اسکناس جدید چاپ شده، یعنی اسکناس جدید ATM داره، یعنی آقا تورم پا برجاست. اگر نه که حالا یه جور دیگه میخوام نگاه کنیم. پیشنهادتون چیه؟ چطور تورم رو کنترل کنن در کوتاه مدت؟
بله ببینید، اولا این نکته رو خدمتتون عرض کنم که ترکیب نقدینگی در کشور ما امروز با ترکیب نقدینگی 40 سال پیش خیلی تفاوت داره. دقیقا فرمودید، زمانی بوده که شاید در حدود 50% نقدینگی کشور پول نقد بوده، اسکناس بله. مسکوک بوده، ولی الان یه چیزی حدود 2% هست. بنابراین این که این اسکناس مسکوک نو بشود یا نو نشود نمیتونه بیانگر این باشه که آیا رشد نقدینگی داریم یا نداریم، اما میتونه بیانگر این باشه که سرعت گردش پول داره افزایش پیدا میکنه یا نه. یعنی شاید نیاز به اسکناس و مسکوک افزایش پیدا کرده که بانک مرکزی اقدام به چاپ پول به صورت فیزیکی کرده. بله. بعد میفرمایید خب این اگر این باشه که وضعیت خطرناکی است، امیدوارم که چنین مسئله هیچ وقت رخ نده در کشور ما. اما واقعیت این هست که برای کنترل تورم باید اصلاحات خیلی جدی صورت بگیره، هرچند اصلاحات خیلی مشکلی نیستند. بله. ولی باید اصلاحات جدی صورت بگیره. آخرش اول خدمت شما عرض کنم باید اطمینان به بازار سرمایه برگرده. هرچند عرض کردم اگر سیاست ضد تورمی داشته باشیم شاید 3 تا 6 ماه بازار سرمایه شاید بره به رکود، شاید اصلا نره به رکود. چرا بله. نره به رکود؟ برای اینکه اگر فعالان بازار بدونن که مسیر چه هست، چه کسی میاد سهامشو بفروشه؟ وقتی بدانند که بعد از پایان سیاست‌های ضد تورمی که مثلا ممکنه 2 تا 3 سال طول بکشه قیمت سهامش ممکنه 4-5 برابر بشه، دقت می‌فرمایید خب چه کسی میاد سهامش رو بفروشه؟ خب این نکته‌ای هست که باید بهش دقت کنیم. اما این مسئله آخر بود. نکات دیگری که باید برای مقابله با تورم بهش توجه کنیم، اولین مورد تفکیک بودجه ارزی از ریالی هست. درآمد ارزی کشور باید صرف ساخت زیرساخت بشود، صرف ساخت راه آهن بشود، صرف ساخت بندر و فرودگاه و جاده بشود. ما در زمینه ریلی خیلی از دنیا عقب هستیم، حتی از کشورهای در حال توسعه هم ما متاسفانه در بسیاری مواقع عقب‌تر هستیم و امیدوارم یک انقلاب ریلی در کشور شکل بگیره. پس از اینکه بودجه ریالی از ارزی جدا شد، اون وقت کسری بودجه کشور واقعی میشه. کسری بودجه را وقتی نسبت به کل بودجه در نظر میگیریم بسیار بالاست، شاید بالای 50%، الان شاید حدود 60-70% بودجه کسری است که باور نکردنی است، یعنی بسیار بالاست. اما من خبر خوش برای شما دارم، وقتی کسری بودجه رو نسبت به تولید ناخالص ملی در نظر میگیرید اصلا بالا نیست. بنابراین ما میتونیم در یک فاصله مثلا 5 تا 10 ساله به ثبات در بودجه برسیم و به تعادل در بودجه برسیم. بودجه رو میتوانیم در میان مدت و بلند مدت متعادل کنیم. این خبر خیلی خوبی است. اگر چنین باشد در کوتاه مدت شما می توانید کل کسری بودجه را از محل انتشار اوراق تامین کنید. بله. خب برخی از افراد تصور می کنند که این انتشار اوراق از محل بازار سرمایه باید تامین بشه. اگر چنین باشد کلا راه به خطا رفته ایم. کسری بودجه دولت وقتی اوراق منتشر میشه، این اوراق باید از محل بانک تامین بشه، باید از محل در واقع وجوه نقد بیمه ها و شرکت در واقع مؤسسات بازنشستگی، بیمه های بازنشستگی تامین بشه. اما به طور کلی باید از محل سپرده هایی که مردم الان برای بانک ها هزینه زا هست، سپرده هایی که به صورت شبه پول در بانک در واقع پارک شده، کسری بودجه میتونه از اون محل تامین بشه. و اگر چنین شود اوراق خودش یک پولی خواهد شد که بخشی از این سپرده های هزینه زای بانک ها در نهایت منتقل به بازار سرمایه بشه. یعنی برخلاف اون نکته‌ای که خیلی از فعالان بازار سرمایه اشاره میکنند، اتفاقا انتشار اوراق و تأمین کسری بودجه از محل انتشار اوراق اتفاق خیلی میتونه مثبت باشه، منتها نه به این روشی که تا امروز انجام شده. احتیاج به افراد کاردان و نخبه داره این مسائل، این جراحی های اقتصادی. خب اگر این قضیه صورت بگیره، حالا شما ممکنه که سوال کنید که خب اگر دولت همه کسری بودجه رو بخواد از محل انتشار اوراق انجام بده و تأمین کنه، خب نرخ اوراق بالا خواهد رفت. این هم راهکار داره. راهکارش این است که عملیات بازار باز رو به درستی اجرا کنیم، یعنی سیاست گذاری نرخ بهره در کشور داشته باشیم، عملیات بازار باز رو اجرا کنیم. من عرض کردم خدمتون این درد حاصل از این جرایی حدود 6 ماه هست. تا زمانی که ما برسیم به نرخ تورم زیر 5% احتمالا این چیز حدود 3 سال طول بکشه و در این مدت اتفاقا بعد از 6 ماه تا 1 سال اتفاقا بازار سرمایه تجربه نشون داده در کشورهایی که نرخ تورم لااقل در برخی از کشورهایی که سیاست ضد تورمی بعد از یک تورم بالا در پیش گرفتن، اتفاقا تجربه نشون داده که بازار سرمایه میتونه بسیار پر رونق باشه. درسته. آقای دکتر یه انتظار روانی هم مردم دارن دیگه، حداقلش اینه که به قول شما تورم رو کنترل کنه دولت جدید، نرخ دلار رو مثلا تا حدودی کاهش بده. مشخصا در مورد دلار بخوایم صحبت کنیم، آیا به نظرتون باید اقدام خاصی نشون بده یا اینکه نه این دلار 27 تومانی دقیقاً داره نشون میده تب و تاب اقتصادمون تو چه حدی و باید همین باشه؟ خب این ببینید ما تاسفه، من نمیدونم واقعا چگونه صحبت کنم که به نفع اقتصاد کشور باشه. میدونید یعنی
بالاخره بنده یک خصوصیتی دارم، اون هم صراحت، و این هست که اصول حرفه‌ای رو سعی می‌کنم رعایت کنم. بله. ببینید چگونه می‌خواید شما قیمت دلار رو کنترل کنید بیارید زیر 20 تومان وقتی که نرخ رشد پای پولیتون 43% بوده. دقیق می‌فرمایید. اتفاقا بله. این نرخی که امروز در بازار هست یک نرخ طبیعی هست. اگر که هر چه سریع‌تر سیاست‌های ضد تورمی، حالا اگر نمی‌خوایم خیلی شدید اعمال کنیم که به نظر من اتفاقا اگر شدیدم اعمال بشه هیچ ضرری نداره و به نفع بله. اقتصاد خواهد بود، حداقل این هست که باید جلوی رشد پای پولی رو بگیریم. برای این امر من توصیه اکید کردم بارها و بارها به دولت جدید مستقر، توصیه اکید کردم که اولین کاری که باید صورت بگیره این هست که لایحه بودجه 1400 باید تغییر کنه، کن فیکون باید بشه. کلا یک لایحه تورمی داریم که این لایحه باید اصلاح بشه. بله. اگر که شما پای پول رو کنترل نکنید، رشد نقدینگی و خرج پول رو کنترل نکنید، چگونه میخواید قیمت دلار رو کنترل کنید؟ دقیق میفهمم، چون برداشتم این هست که متاسفانه برخی در دولت جدید تصورشون این هست که میتوان به این رشد شدید پای پولی ادامه داد و در عین حال از منابع ارزی در خارج از کشور استفاده کرد و به صورت مصنوعی نرخ دلار رو سرکوب کرد. اینها سیاست‌های بسیار مخربی هست که ممکنه متاسفانه اجرا بشه و امیدوارم با آگاه سازی که شما انجام میدید و بنده سعی میکنم که کمک کنم به دولت از طریق اظهار نظر، امیدواریم که به اون مسیر کشیده نشه. درسته. پس با این تفاصیل که ما میبینیم دیدن مثلا خواب دلار 22 تومانی حتی زیر 20 تومانی یه مقدار تعبیرش سخته. من برداشتم این هست که دورانی که ما تصور میکردیم که دلار برسه زیر 20 تومان به نظر من به پایان رسیده. دقیق می‌فرمایید. من حتی ابتدای امسال هم تصور می‌کردم که ممکنه در کوتاه مدت دولت بتونه دلار زیر 20 تومان رو داشته باشه به مدت 3 ماه 6 ماه در این حدود، ولی الان دیگه خیلی بعید می‌دونم. چرا؟ از ماه آبان تا همین امروز که من خدمت شما نشستم ما داریم به شدت خلق پول می‌کنیم. این شرایط دیگه شرایط 6 ماه پیش و 9 ماه پیش نیست. درسته. خیلی بعید می‌دونم زیر 20 تومان بره دلار. عجب. این کسری بودجه رو چیکار کنیم آقای دکتر؟ به قول شما اول اینکه باید لایحه رو تغییر بدیم، حالا تغییر بدیم ندیم، کسری بودجه رو فکر می‌کنی باید دولت چیکار کنه؟ بد شد. ببینید متاسفانه رشد پای پولی خیلی بالا بوده، رشد نقدینگی خیلی بالا بوده. یک نکته مثبتی که پیش اومده، اگر که همین بازار سرمایه به رونق خودش ادامه بده، بخشی از کسری بودجه رو میتوانند از بازار سرمایه تامین کنند، به شرطی بله. که به شرط اینکه اون سیاست‌های مخرب و غیر شفاف گذشته رو نداشته باشن، با مردم رو راست باشن، خیلی راحت مطرح کنن ما فلان سهام می‌خوایم عرضه کنیم، به راحتی در اختیار مردم قرار بدن. اگر مردم فرض کنن که این سهام ارزنده هست خریداری می‌کنن. فعلا در کوتاه مدت به نظر من می‌توانند بخشی رو از بازار سرمایه تأمین کنن با توجه به اینکه رشد پای پولی در ماه‌های گذشته خیلی بالا بوده. درسته. اما در بلند مدت عرض کردم خدمتون، در بلند مدت فقط از محل اوراق هست که کمترین هزینه رو داره. بله آقای دکتر، برخی از کارشناسا میگن همین رونق دو سه هفته و دو سه ماهه که تو بازار سرمایه است به هر حال با عنایت حمایت‌هایی هستش که دولت جدید داره. شما موافقید با این نگاه و اینکه فکر میکنید این حمایت‌ها یا حالا هر جوری رونق بازار سرمایه تا پایان سال ادامه دار باشه؟ تا پایان سال رو نمیدونم، چون بستگی به سیاست‌های پولی داره. بله. ولی من برداشتم این نیست که عنایت دولت باشه، چون اصلا دولت کارش رو شروع نکرده که بخواد عنایتی داشته باشه به بازار سرمایه، و برخی از اهدافی که مطرح شده بر ضد بازار سرمایه است. دقیق بفرمایید، دولت به طور مشخص فردی در دولتی که از وزرا اعلام کرده که داریم میریم به سمت سیاست‌های نظارتی دقیق، سیاست‌های قیمت‌گذاری تعزیراتی، اینها اعلام شده. دقیق می‌فرمایید. بعد گفتن که البته من طرفدار قیمت دستوری نیستم. حالا ببین اینها زد و نقیض هست. من برداشتم این نیست که سیاست‌هایی که مطرح شده خیلی به نفع بازار سرمایه بوده، هرچند اعلام شده، لااقل وزیر اقتصاد اعلام کرده که ما هدفمون این هست که بازار سرمایه رو حمایت کنیم. برداشت بنده این هست که پول چاپ شده، پول الان اینقدر پول در جامعه هست که حالا خیلی از دوستان امروز میگفتن که بازار، تکنیکالیست‌ها میگفتن بازار نزولی میشه امروز. شد؟ نه نشد. چرا؟ منابع داره میاد وارد بازار میشه. دقیق میفرمایید، حجم نقدینگی خیلی بالاست، خیلی رشد حجم نقدینگی بالا بوده نسبت به این در واقع حجم معاملاتی که الان در بازار سرمایه داریم. من برداشتم این است که حجم نقدینگی که تولید شد خیلی بالاتر بوده. درست. اگر پارسال در اوج ما 20000 میلیارد تومان در روز معامله حجم معاملات بازار بوده، به باور بنده با این حجم نقدینگی که الان داریم شاید به 25000 میلیارد 30000 میلیارد هم به صورت خیلی طبیعی ما بتونیم برسیم. دقیق میفرمایید. بنابراین خیلی شرایط تغییر کرد با این موج خلق پولی که در کشور اتفاق افتاد.
درسته. بریم سر وقت بازار مسکن. همطور که شما فرمودین، وزیر راه و شهرسازی گفتن که ما در برنامه‌مون تولید 1,000,000 مسکن هست. یه طرحی هم فکر کنم تو شورای نگهبان امروز تصویب شد یا حالا تایید شد، مبنی بر اینکه مثلا ما 6,000,000 مسکن تولید کنیم. مثلا ظرفیتش رو داریم و اینکه فکر می‌کنید این کار عملی هست یا نه؟ هم فکر می‌کنم عملی هست، هم فکر می‌کنم ظرفیتش رو داریم، هم فکر می‌کنم اتفاق نخواهد افتاد. ببینید، یعنی ممکنه اتفاق بیفته، بستگی به سیاست‌ها داره، بستگی به جهت‌گیری‌ها داره. بله. اگر ما بریم به سمت اینکه سیاست‌های بازار آزاد رو گسترش بدیم در امر مسکن، مانع زدایی کنیم، الان ششمین ماه داره، ششمین ماه هم تموم شد، نصف سال تموم شد. بله. مانع زدایی کجا بود؟ چرا کسی بهش اشاره نکرد؟ چرا اعضای دولت، چرا ریاست محترم دولت اشاره نکردن به نام سال؟ قرار بود مانع زدایی صورت بگیره. اگر مانع زدایی صورت بگیره، اگر اجازه بدیم مردم مسکن بسازن، خیلی از مقرراتی که در بخش مسکن هست دست و پاگیر هست. بله. اگر اینها برداشته بشه و به خصوص اگر تورم کاهش پیدا کنه و وام مورگیج، وام رهنی در اختیار خریداران مسکن قرار بدیم. منظورم از وام رهنی چه هست؟ یعنی وام مثلا تا 80% قیمت 1 متر رو ما وام میدیم به خریدار مسکن. درست. واقعا کمترین هزینه و کمترین ریسک هم برای بانک‌ها داره. به نظر من بانک‌ها باید خیلی استقبال کنن از این قضیه. منتها وام مسکن اتفاق نمی‌افته، وام رهنی، مگر اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کنه. اگر مسیر سایر کشورها رو، مسیر اقتصاد آزاد رو بریم، مسیر اقتصاد باز رو بریم، بله، مسیری که علم اقتصاد واقعا ترویج می‌کنه بریم، اتفاقا 6 میلیون مسکن هم می‌تونیم ایجاد کنیم. اگر نه، اگر بخوایم که مسیر مسکن مهر رو بریم، با مشکل مواجه می‌شیم. نه سیمانش رو داریم، چون سیمان هم که قرار قیمت گذاری کنید، قیمت هم باید کمتر بگیرید که بتونید اون 1,000,000 در سال رو بسازید دیگه. بله. دقیقا فرمودید. آهن هم میخواید قیمت گذاری کنید، قیمت رو هم میخواید سرکوب کنید که بتونید اون 6,000,000 رو بسازید دیگه. این روشی که الان مد نظر هست، به نظر من با یک بحران جدی بخش مسکن مواجه خواهد شد و شما خواهید دید که در عمل موفق نیست. امیدوارم. درسته. به توصیه اقتصاددانان توجه بشه. خیلی خوب میتونیم ما به این هدف برسیم، منتها با سیاست‌های دیگر. درسته. آقای دکتر، من چند تا سوال دارم، خیلی ممنون میشم مختصر و مفید بگید که حالا حداقل این معجونی که درست کردیم مفید باشه. عرضه مسکن متری در بورس کالا سالیان سالی که داریم در موردش صحبت میکنیم، اول اینکه فکر میکنید اتفاق بیفته یا نه، دوم اینکه اصلا فکر میکنید اصلا مفید هست این کار رو بخوایم انجام بدیم؟ آره، ببینید مفیده. ببینید، هر نوع استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای حمایت از سایر بازارها همه مفیده. بله، دقیق می‌فرمایید. مخصوصا مثلا ریتس خیلی مفیده، در واقع ریال استیت اینوستمنت تراست. درست. فکر می‌کنم که اخیراً مقرراتش هم در بورس تصویب کردن. بورس مسکن هم می‌تونیم داشته باشیم، چرا نداشته باشیم؟ اجازه بدیم بورس خصوصی در ایران پا بگیره، اجازه بدیم یک بورس هم رقیب بورس اوراق بهادار اصلا باشه، چه اشکال داره؟ درسته. من امیدوارم بورس خصوصی در زمینه مسکن شکل بگیره. ان شاء الله دکتر. میدونم نظر من بله. مفید این طرفا، اینکه اجرا میشه یا نه نمیدونم. بله، یه صحبتی پیش اومد که نمیدونم بانک‌ها باید املاک مازاد خودشون رو بیارن تو بورس، بعد اومدیم صحبت بورس مسکن کردیم، فعلا نشده. حالا اینم یه بحث مفصلی، ان شاء الله در آینده خدمتتون هستیم. خودرو چطور؟ سالی 1,000,000 تولید؟ نه، سالی 3,000,000. 3,000,000، خب دیگه بعد. سالی 1,000,000 که خیلی، بله، نه، سال 1,000,000 که میتونیم. آره، تونستیم، رکوردش هم داشتیم یه سالی. ببینید، اولا هم در مورد مسکن، هم در مورد خودرو باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم. شما هر بنجوری رو میتونید تولید کنید. مهم اینه که کالای کیفی تولید بشه. آیا ما برنامه، آیا دولت محترم برنامه‌ای در جهت ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی داره؟ بله. این سوال مهمه. وگرنه ما میتونیم دناپلاس هم تبدیل کنیم به پراید. میتونیم این کارا رو بکنیم. آخه اینها به نفع اقتصاد هست یا به ضرر اقتصاد هست؟ درسته. و اینکه آیا شما باید تولید خودرو رو در کشور افزایش بدید یا ریل رو گسترش بدید؟ این سوال خیلی مهمیه. آفه. ببینید، من برداشتم این هست که اگر ریل رو گسترش بدیم، قطعاً به نفع اقتصاد کشور هست. آخه آقای دکتر، و برداشت بنده این هست که کل کشور داره میشه پارکینگ. آره. خب یعنی این سیاست‌ها، من نمی‌بینم از نظر توسعه پایدار، بنده پایداری در این سیاست‌ها نمی‌بینم. آقای دکتر، میخوام آخه جاده و ریل و اینا هم تولید کنیم، میگیم که آقا بودجه نداریم. اینم یه بحثی هست، حالا بهش میپردازیم. سوال آخر، تیم اقتصادی دولت رو تیم هماهنگ و خوبی میبینید؟ همه بازیکن‌های خوبی هستن. چطور ارزیابی میکنید تیم رو؟ اجازه بدید که شروع به کار کنن، ببینیم هماهنگ هستن یا نه. من یک مقداری تناقض در برنامه‌ها میبینم. بله. از نظر من بله، هماهنگن. یعنی اونجایی که وزیر اقتصاد در مورد سیاست‌های بازار باز صحبت می‌کنه و سیاست‌های
مثلا آزادسازی و خصوصی سازی و بازار سرمایه اینها صحبت میکنه، من برداشتم اینه با پیشینه وزیر اقتصاد نمیخونه. حالا امیدوارم که اصلاح شده باشه، یعنی امیدوارم ایشون متوجه شده باشن که در واقع سیاست های دولتی سازی اقتصاد به نفع کشور نیست. اما خب بقیه وزرای محترم، وزیر کار به عنوان مثال، وزیر صمت، فعلا سیاست هایی که اعلام کردن سیاست های دولت گرایی بوده بیشتر. درسته. حالا ببینیم در عمل به کجا میرسه. خیر ان شاء الله. آقای دکتر خیلی ممنون که وقت گذاشتی در گفتگو ما شرکت کردین، کلی هم سوال مون که حالا ان شاء الله تو برنامه‌های بعدی باز هم با افتخار در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، افتخار بنده است و ببخشید که پاسخ به سوالات طول کشید. ان شاء الله در فرصت دیگر در خدمت شما و بینندگان عزیز شما هستم. شما ببخشید آقای دکتر، خواهش میکنم ببخشید که من هی میونه کلام شما میومدم، هی فهمی اومد که بالاخره حالا که بحثو داریم ادامه میدیم برخی از سوالا جا بمونه. برعکس، من میخوام از شما تشکر بکنم به خاطر سوالات بسیار خوبی که مطرح فرمودید. برنامه بسیار خوبی بود، متشکرم ازتون. ممنون از شما، خدا نگهدار. خدا نگهدار شما، در پناه حق.